گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. در دست سبا رفته هر جا که دلی باشه در دام بلا رفته گر زلفت پریشانه در دست سبا رفته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام عليكم محمد افضل الانبياء والمرسلين افغانان عزيز و گرامی در سراسر جهان سلام های گرم و صمیمانه خود حضور شما تقدیم می دارم امیدوارم لباس خوبی و تندرستی به تن داشته باشید پروگرام عرفان و بزرگان از تلویزیون پیام افغان لس آنجلس سان فرناندو والی حضور شما راسان زنده یا لایف تقدیم میشه خب پیش از اینکه ما به اصل مطلب خود شروع کنیم یک دو سه چهار تا کلام بزرگوار را حضور شما تقدیم میداریم بعد از آن به برنامه خود شروع میکنیم یک بزرگواری میگه در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت می شوند میگه سه چیز را که بخی شروع میشه میگه فراموش نکن خدا خنده و خوبی و سه چیز را که با جیم شروع میشه بترس جل جنگ و جفا و بسیطا واو ارزش قائل باش وقت وفا و وجدان سه تا الف را در زندگی از دست نده امید انسانیت و ادب از یک حکیم پرسیدن که سختر از مرگ چیست؟ از یک حکیم پرسیدن که سختر از مرگ چیست؟ حکیم جواب داد دلی که شکسته باشد و هنوز نفس بکشد خب از دوستای گرامی که بعض اوقات زنگ میزنن خبر مرا میگیرن که آقای ضیاءالا جان است هر روز و هر هفته زنگ میزنه بسیار زیاد تشکر میکنم آقای متین جان عزیزی که در آنوور است همیش زنگ میزنه بسیار زیاد تشکر میکنم ازش از طریق تلویزیون آقای اونری که یار میگیم دوست میگیم هرچه که بگویم کم است در هامبورگ است فعلا در اسپانیا است همیش این برنامه را کمک میکنه بسیار زیاد تشکر میکنم آقای احمد جان که هر هفته راستی زنگ میزنه پرسانم میکنه در کانادا
خیاطخانه داره. بسیار زیاد تشکر از این دوستا میخواهیم که تشکر کنم از طریق تلویزیون برشان. خب حالا میریم به برنامه خود شروع میکنیم. هفته پیشتر استاد گرامی را داشتیم که راجع به محمد گل مومند صحبت میکرد و صحبت ایشان ناتمام ماند. امروز ادامه میتیم صحبت استاد گرامی جناب محترم آقای عبدالصبور فروزان که ایشان در افغانستان استاد فاکولته بودند و همچنان در امریکا در نیوجرسی استاد فاکولته هستند و از ایشان بسیار زیاد تشکر میکنیم که امروز ایشان دوباره در برنامه داریم و مسائلی که هفته پیشتر داشتیم ایشان ادامه میتن. آقای استاد محترم فروزان السلام علیکم، در نیوجرسی روی خط هستین، بفرمایین. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن و زبان آفرین، و صلی الله علی خیر خلقه و نور عرشه، خاتم الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. صدق الله العظیم. بینندگان عزیز برنامه عرفان و بزرگان و متصدی گرامی برنامه جناب عبدالواسی نائب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جناب استاد. اظهار سپاس و اطمینان از امتنان شما بینندگان عزیز و برنامه ساز گرامی می نمایم که در هفته گذشته صحبت های این جانب را شنیدید و ولی صحبت ها ناتکمیل ماند و متصدی محترم برنامه تقاضا کردند تا بقیه صحبت را در این هفته به خدمت شما تقدیم کنم. در هفته گذشته گفتیم که محمد گل خان مومند و سالم احمد خان جبه مشرقی را در بدل 5 صندوق طلا که بعدا معلوم شد که در بالای از این یک ورقه طلا و در زیر تیکر جا به جا شده بود با انگلیس ها فروختند و در اینجا در حدود بیشتر از 400 مجاهدین و یا 400 جوانان عسکری افغانستان که برای حصول استقلال افغانستان رویاروی با انگلیس ها می جنگیدن، اینا را به میدان تنها گذاشتن که انگلیس ها آنها را به حالت بسیار فجیع به شهادت رساندن و جسد های مبارکشان را برهنه کردن، در بالای جسد های مبارکشان شاشیدن و این جسدها را در معابر مختلف سرحدات یا مناطق قبایلی در اونجا آویزان کردند که برای روزها آویخته بودند و این اجساد مبارک از اینها بوسیده شده بود. حیوانات وحشی حتی سگها اینا در این حمله کرده بودند. البته این جریان علمانگیز را و این خیانت نابخشودنی ملی و همدست شدن محمد گل مومند و سالم احمد خان را با انگلیس ها در آن لحظه که مردم ما به صدای شاه امان الله خان لبای گفته و آماده سربازی و جان سپردن در راه استقلال وطن بودند، از زبان یک عسکر یا شخص یا یک شاهد عینی که در همان جبهه و در همان جنگ بود با شما حکایه کردم. امروز می خواهیم که البته در این هفته می خواهیم که این خیانت ملی و این جنایت نابخشودنی محمد گل خان مومند سالم احمد خان را از زبان مورخین و دانشمندان داخلی و مورخین خارجی بر شما پیشکش کنم. در اینجا می خواهیم که بیاییم که چینها در این مورد چی گفته است. اولی که شادروان میر غلام محمد غبار بله در کتاب
افغانستان در مسیر تاریخ در صفحه 759 ازی چنین می نگارم: در هنگامی که جنگ در این طرف لندی کوتل، البته این را بعد از این کتاب من می خوانم که به خاطر از این که بینندگان محترم بفهمند که یک سند کاملا در می هستند. بله بفرمایید. در هنگامی که جنگ در این طرف لندی کوتل به منفعت قوای افغانی دوام داشت و در پشت جبهه مردم افریدی به طرفداری افغانستان و ضد انگلیس قیام کرده بودند و محمد عمر خان افریدی مردانه می جنگینی، با یک فرقه تازه دم انگلیس از راولپندی رسید. سپه سالار سالی محمد خان که فقط از انگشت پای زخم برداشته بود، با یاور نظامی خود محمد گل خان مومند میدان جنگ را ترک گفت و امر عقب نشی سپاه را صادر کرد. البته این گفته شادروان خبار هستک و شادروان میر محمد صدیق فرهنگ هم در این مورد نوشته کردن، اما با اون جزئیاتی که در امو واقع شده متاسفانه آقای فرهنگ ای را انعکاس نداده، ممکن کدام ملحوظات بوده یا ای که در نزدشان شواهد موجود نبوده. ولی در اینجا کتاب دیگری موجود است که این کتاب به نام تاریخ معاصر افغانستان است و این کتاب توسط محترم کاندید اکادمیسیان محمد ابراهیم عطایی نوشته شده است که خوشبختانه ما اما افتخار آشنایی از اینا را در اکادمی علوم وقتی که یک جای کار میکردیم داشتیم و خبر شدیم که بزرگوار ما فوت کرده، خداوند برحمت خداوند برحمت خود اینا را پیوسته. و در صفحه 238 کتاب خود آقای محمد ابراهیم عطایی می نوشد: با وجود همه این ملاحظات، سال محمد خان و یاور نظامیش محمد گل خان مومند حمله را آغاز نمودند. با تاریخ 11 می فشار انگلیس بیشتر گردید و در حالی که 400 جوان بر میدان افتاده بودند، آنها گریختند و در سرحد مشرقی موفقیت نصیب انگلیس ها گردید. البته جزئیات دیگر ما از زبان شخصی که در امی جبهه عسکر بود، عسکر امان الله خان بود، برفته گذاشته خدمت شما تقدیم کنم. بله بله بسیار زیاد، بله تشکر. در پالوی ازی یکی از جنرال های انگلیسی که در اون مو جبهه بود به نام جان مکمن نام داشت، یک کتاب نوشته کرده که به نام از دارا تا امان الله. و ای در کتاب خود ایتون این مسئله رو نوشته میکنه: در کتاب خود این نوشته میکند که به خاطر از این که افغان ها با پول بسیار زیاد علاقه دارند، ما تانستیم که سال محمد خان سلشکر و یاوری از این که به نام محمد گل خان مومند یک جوان تحصیل کرده ترکیه بود، متقاعد بسازیم که مقدار انگفت پول بدهیم و جبهه را به ما بفروشد و مقدار تعداد و امید تلفاتی که به انگلیس ها در این جبهه رسید ناشی از نامساعد بودن هوا بود، در حالی که غلط است، ناشی از مساعد بودن هوا نبود، بلکه خود امی مردم ما مجاهدینی که امی سر عسکر بچه هایی که از شمالی بودن، از کابل بودن، از قطغند بودن، اینها در درفته گذشته امیده ما گفتم که اینها را شکست دادن حتی تا قسمت تانه خود به این خاطر. اما این آدم به خاطر از اینکه خود براحت بتن میگه که ناشی از آوا بود وا بودن که
گپش نادرست است. در عین زمان آزادی خواهان هندی از این عمل بسیار زیاد متاثر شدند. از این عمل وطن فروشانه محمد گل خان مومند و سالم محمد خان سخت آزرده بودند. و این عمل را اینا یک لطمه بزرگ به آزادی هندوستان می شمردند. و اکثر آنها اظهار میکردند که این خیانت محمد گل خان مومند و سالم محمد خان پروسه آزادی هندوستان را چندین دهه به عقب کشانید. به خاطر از اینکه اونها منتظر بودند که یه امی انگلیس در افغانستان شکست میخوره و ما در اینجا حرکت امو آزادی خواهایی که در هندوستان بودند اینا در صدر ازی بودند که در پالوی ازی اینا حرکت خود شروع کنند و هندوستان آزاد بسازند. بله. و یکی از مورخین خود هندوستان به نام دلیپ کمار یک کتاب نوشته کرده به نام انگلند این افغانستان. در این کتاب نوشته میکنه که متاسفانه ضعف نفسی یا سال محمد خان مومند و بخش سال محمد خان و محمد گل مومند, مومند. بله. سبب ازی شد که امی پروسه استقلال افغانستان سقوط کنه و مردم افغانستان شکست بخورد که این تاثیر بسیار بزرگه. بله. در پروسه آزادی هندوستان وارد کنه. بله. دیگه این بسیار زیاد مورخین دیگه هم هستند. ما فقط اینقدر اکتفا میکنیم که بله. اینمی وقت کم است که اضافه تر وقت دوستان را نمیگیریم. و در پولی ازی در هفته گذشته ما از یک نفر به نام شفاعت خان پنشیری یاد کردم چون وقت کافی نبود جزئیات ازی را بر شما تشریح کردم. نتونستم. ولایت ازی بود که خود شفاعت خان پنشیری یک انسان بسیار صادق، یک انسان بسیار امانتکار بسیار بزرگ بود که در امی سلطنت های مختلفی که در افغانستان بود این باعث خزاندار در امی عرض بودن. بنال وقتی که نادر محمد گل خان مومند برای چپاول کردن و برای سرکوبی مردم شمالی با 25,000 از مردم قبایلی روان کرد، امی شفاعت خان پنشیری را هم همراهش کرد و گفت که تمام طلاهایی که از زنهای شمالی از خانه هایشان گرفته میشه به اینمی شفاعت خان پنشیری بده که برای ما بیاره. و این شفاعت خان پنشیری میره بادزی و البته همی چیزی که اینها جمع میکند محمد گل خان مومند این در یک خلطه بزرگ یا یک چیجوال مندازه برازی میده دو نفر معذف میسازه که به خاطر امنیت ازی و میگه که این خلطه را مش کنی واز نکنی تا زمانی که به نزد خود اعلی حضرت برسی. بله. زمانی که میرسه در ارگ و خود ظاهر نادر برادرش هاشم میباشه اینا فورا ایره در یک اتاق خاص میبرن. بله. و همراه امی جوال یا امی خریطه بعد از اون نادر میباشه در این اتاق. امی شفاعت خان پنشیری میگه نادر بود و هاشم بود و ما بودم در اتاق. بله. و ای امر کرد عسکره که بیاری در اینجا یک چادر بسیار کلانه پرد. این چادر عوار کردن و من را گفتی این خلطه را در دهنش را باز کنیم. باز کردم این را کنداختم که در بین ازی که انگشتر طلا یا پایزیب طلا یا ماتیه طلا یا هر چیزی که بود در بین ازی کلک ها انگشت ها مثلا خون های مثلا گوش های بریده با خون آلوده بودن. وقتی که دیدن اینا هر دوی از این شفاعت خان میگه که اینا پیشمه بسیار کم آمده و آشم سرمه بسیار قار شد که تو چرا این طلاهای خون پر پیشه علا حضرت آوردی. شفاعت خان پنشیری میگه که با مو لفظ وطنی میگه که سرمه خغار نزن به خاطر از این که خود وزیر صاحب محمد گل خان مومند برای ما گفته بود که این را هیچ کس اجازه نداره واس کنه غیر که در پیش خود اعلیحضرت. دیگه این امی قصه بود که از خود شفاعت خان خودش امی قصه را کرده
متاسفانه که بسیار دردناک است که در بین عظمی زیورات و در بین زنا که از عظمی زنهای بیچاره شمالی اینا گرفته بود، البته بسیار زیادش خود امی عشقیها یا امی کسایی که اینا رفته بودن به چاپول وا گرفتن، یک مقدارش این محمد گل خان مومند دیره روان کرد به بنادر و بعد از این البته اینا که این عشقیها آمدن بعد از این که وقتی که شمالی چون چپاول کرده، البته واقعا یک حالت بسیار خراب در اونجا مثلا زنها را از سرشان اینا تجاوز کردن، دخترهای نابالغ سرشان تجاوز کردن، با هم آوردن و البته پیش دو هفته که گفتیم نادر امی فیض محمد خان زکریا و الان نور خان هندی را که نماینده انگلیس بود روان کرده، گفت که سر مردم شمالی از ده ساله به بعد بیاری که پیسه میاریم و این امی مردم قبایلی که آمدن کلشان با امی پیسه و کلا و اینا آمدن و ویر نادر در باغ ارگ اینا رو همشه دعوت کرد. امی ناظرین میگه که نادر هر یکی از این در بغل گرفته گروهشان باز این قدر میگه که مانده شده بود که نفسک میزد و یک نفر چوکی رو گرفته بود در پشتش که یکان دفعه میشش داد و در پالوی ازی که هر جایی که میرفت امی کسایی که کلر رو آورده بودن پتوی خلواز میکرد و نشان میداد یک دفعه سل میکرد باز در پشت سرش یک نفری بود به نام سید شریف کنری که از جمله یاور نادر بوده و البته ای از جمله جلات های نادر هم بود که تعداد زیاد مردم پیشروی نادری کشتک و برش میگفت که آقا سای باز پیسی ازیر بیتی و تمام این کله ها را امی سید شریف کنری تمام ازیار در یک صندوق کلان انداخته، نفره که امی خود شاهد اینی ایگه پار زده اینا را بالاخره بسیار زیاد یعنی امکانات زیاد است که در قسمت هایی از تقیم مرنجان امی کله های انسان های بیچاره را ای دفن کردن و بسیار جای تأسف ایست که بعد از امی قتل عام مردم شمالی در اینجا یک نشان برای نادر ساختن که این نشان خوشبختانه امی دانشمند بسیار آزاده و مبارز ما و شما که آقای محمد قوی کوشان است در سفری که در انگلستان کرده بودن از موزیم انگلستان عکس از ایره گرفته که این عکس را گرفته و ایره در اخبار امید فکر میکنم که در شماره های 127 است یا 128 شماره امید ایره نشر هم کرده است و این نشان ایتون نوشته است در این که نشان خدمت سرکوبی اشرار شمالی و این نشان نادر همیشه در کلاه خود در قسمت چپ کلاه خود همیشه در درمی کلاهش بود تا زمانی که امی شادروان قهرمان بزرگ عبدالخالق هزاره از بین بود تا مو زمانم امی نشان دوی کلاهش بود من هم میفهم چطور این به موزیم انگلستان رسیده. بله. البته چیز بسیار جالبی این بود که بعد از این که امی محمد گل خان مومند بعد از چور چپاول و بعد از کشتن مردم اونا چیزی که طوری که من بر شما گفتم که اینا حتی حیوانات نباتات درخت ها همه رو از بین بود هر کی پیش روی شان آمده اینا را کشتن حتی مردهای پیر و مریض در چام انداختن اینا وقتی که آمده بعد از این انگلی خود نادر چون نادر یکی کسی بود که باید به انگلیس این راپور میداد بخاطر ازی که نفری بود که انگلیس که به روی کار آورده بود و این بخاطر ازی که انگلیس ها را متقاعد بسازه که کار خوب کرده یک مجلس میگره امرای سفیر انگلیس و محمد گل خان مومند و محمد گل خان مومند میگه که تو بیا بر ازیا بگو که چی گپ در شمالی شده به خاطر از این که قناعت ازیا فراهم شود و محمد گل خان مومند در همین مجلس به این شکل میگره میگه که به عموم نقاط سمت شمالی هم از مناطق اختشاشی کودامن
امن و سکون روی داده است. اهالی سمت شمالی از این عملیات مسالمت کارانه حکومت، مخصوصا مراهم یعنی مرحمت مراهم اعلیحضرت، یقین و قناعت کلی حاصل نمودند که اعلیحضرت نه تنها پادشاه و حکمدار عادل افغانستان هستند، بلکه سمت یک پدر بزرگوار و مهربان را بر قاطبه ملت عزیز خود دارند. این گفت خود امی محمد گل خان مومند یا امی نطق زیره شازوان خود در کتاب خود نوشته کرده که من ازمی امیال ازمی کتاب زیره خدمت شما سازار. بله بله، دیگه به خاطر از این کار کردن که یعنی به انگلیس نشان بده که ولای این آدم در حالی که پدر آمست مردم شمالی یکی را دوزاره، در حالی که این محمد امین زکریا خان و علا نورخان اندستانی روان کرد گفت امین سر مردم ازیر از ده ساله به بعد ببرین و دخترایشان دیگه یا از ده ساله بعد یا میتونه همراه خود بیارن و این نوشته میکنه که پدر بزرگوار است. بسیار جای تاسف است. بله بله، زیادم خیانت شده. دیگه ای که در قسمت ازی که در قطغن هم کارهایی که ای کرده، البته جایدادهای مردم بومی قطغن اینا را به مردمهای داد که اینا از قبائل آمده بودن و اینا دادن و اینا چی میکرده که این مردم کلش مسلح ساخته بود و برشان امر کرده بود شما اختیار داده هر کی را که هر چی که میکنی هر چنو جزایی که داده میتونه میتونه با اون مردمی که در برابر ازی در بخاطر ازی که مالشان خانهشان زمینشان بر ازیا میدادک و کسایی که مقاومت میکرد اینا را میکشت و بدنشان را چاره سم میکرد. هر سی ازی در یک کنجی امو شهر یا امو قریه یا امو منطقه که زندگی میکرد امونجا آویزان میکرد بر روزها تا که بر دیگه مردم یک عبرت شود. بله. و چون همی کسایی که همی زبین های از این مردم بیچاره را گرفته بودن اینا از اون مناطق بودن که به می کشت و زراعت اینا هیچ بلدیت نداشتن، نمی فهمیدن که چه کنند. بعد از اینا سرزمین همی مالکین اصلی یا بومی از این امر کرده بود که زبین ها را شما قلبه میکنه، تیار میکنه و این را به دست از یا میده. حتی اون انسان های بیچاره که خر و گر اسب نداشتن خودی از امی مالکین یوغ از پار در سر شانه هایشان منداخته که باید از این زمین ها را قلبه کنه و بعد از یا آماده بسازد. دیگری که البته این یک زیدیت بسیار کامل در مورد زبان فارسی و ازبکی و ترکی و دیگر زبان ها داشته. حتی نوشتن، خواندن، آموختن و حتی حرف زدن به این زبان ها ممنوع ساخته بود و متکی بینه جزای بسیار شدید میداد. حتی خودی ازی میخیست اشخاص را که مرتکب ای اعمال میشد یا به زبان دیگری صحبت میکرد ای را میگرفتک زده کوب میکرد یا زیر مشت و لغت خود میگرفتک و کسایی که عریضه مثلا به فارسی می آورد نه تنها ای عریضه های را اجرا نمیکرد بلکه میخیست یادم میزد سیلی میزد مشت و لغت میزد و حتی یکی از بزرگان ما شما که حاجی صاحب عبدالقیوم نورزی هستک و این آدم الحمدلله که فعلا زنده هستک و در کانادا هست، متاسفانه مریض هستن، خداوند اینا رو شفا بده و اینا میگن که من خود ما شاهد از این بودم که نفر بیچاره میاره عریضه به فارسی البته میخیل علفته محمد گل خان مومن میخیل و این در روی روی از این که فوکس میزدک و یا ای که در زیر لغت میزدک و ما میگفتیم که آخر عریضش اگر اجرا نمیشه این بیچاره خلط باید نکنه. بله. و حتی یک قصه بسیار زیاد جالب عزیز که یک ریسفیر از بلخ که ریسفیر بوده یک عریضه کرده برای پیش محمد گل خان مومن برده. بله. محمد گل خان مومن در زیر عزیز یک نوشته کرده، نوشته ازی بسیار معذرت کنه میخوایم که عفت کلام موجود باشه ولی ما وظیفه داریم که حقیقت ولو که به هر شکل باشه به مردم خود برسانیم. در زیر عریضه از انسان بیچاره ریش سفید نوشته میکنه که ز کنورکه پشتو ازدکه بیا عریضه ما تراوله.
ایری سفید بیچاره بسیار خوش میشه که والا این رئیس صاحب تنظیمیه برای من امر داد. میایه امو مدیر تحریرات یا مدیر قلم مخصوص یک نفر به نام نصرالله خان از رستاق بود، مصطفی نصرالله خان. میدم یارم میگه نه ما امر گرفتیم. یادم کیره میبینه نصرالله خان بسیار جگرخون میشه، کلی خدا چیز میکنه. این ایری سفید میگه چرا چی گپ است؟ میگه برو پدر پشتریزا نگرد، امی که لطم نخوردی امی غنیمت است، برو پشتریزی گپا نگرد. بازه این عریضه را امی نصرالله خان بسیار زیاد جگرخون میشه که چرا بر برابر یک ریسفید که ریسفید خداوند متعال خدا میگه که وقتی یک ریسفید دعا میکنه ما خجالت میکشونه، و حضرت پیغمبر حتی وقتی که یک ریسفید یهود میدید استاده میشد که باشو پیش شوه و وی چرا به یک ریسفید بیچاره به این قسم توهین میکنه. و تصادفاً امی عریضه را ای آقای نصرالله خان رستاقی ای به کسان نشان میده، و از این تصادفا تعداد زیاد مردم ای عریضه را دیدن که از او جمله خود آقای عبدالکریم نزیهی را دیده، ابوالخیر خیری را دیده، نظر محمد نوایی را دیده، خود مولانا صاحب خسته را دیده، خود امین نور محمد ترکی را دیده، گلپادشای الفتی را دیده، و شادروان عبدالحی حبیبی دیده، محمد حسن خان صافی، و حتی یک دانشمند بسیار بزرگ و خدمتگار هنر و ثقافت در افغانستان جناب دکتر عنایت الله شهرانی هم امی عریضه را که در پای ازی محمد گل خان مومن حتی یک چیز نوشته کرده این دیده است. در اینجا بسیار زیاد جای تأسف است که خود محمد گل خان مومن امی آجی صاحب عبدالقیوم نورزی قسم میکنن که وقتی که فابریکه قند بغلان افتتاح میکردن در اینجا عبدالمجید خان زابلی که در او وقت به حیث وزیر اقتصاد بود آمده بود، و در اینجا میگه که یادم شروع کرد به نطق و صحبت و محمد گل خان مومن فوراً برزی گفت که باید از به فارسی صحبت نکنید، و این پشت از این نگرد و صحبت خواهد دوام داد. محمد گل خان مومند پیش رفتد در برابرش استاده شد و عبدالمجید خان زابلی هم استاده شد. فوراً این محمد گل خان مومند با یک سیلی محکم در روی عزیزد. خود آجی صاحب عبدالقیوم خان نورزای میگه که البته محمد گل خان مومند یک بیادبی بسیار کلان کرد که یک آدم بزرگ، یک آدم کلان، یک وزیر اقتصاد بسیلی زد، ولی ما بسیار خوش شدم که امی کار شد، به خاطر ازی که وقتی که امی عبدالمجید خان زابلی را که تسیلی زد عبدالمجید خان زابلی هیچ چیز نگفت، رفت راسن کابل رفتد، و سه روز بعد امی مکتوب ازی آمد و که وی را برطرف کردن. و امی جناب آجی صاحب عبدالقیوم خان نورزه میگه ما بسیار خوش شدم که امی سیلی را این زد اگرچه بیادبی کرد، ولی امی خوب شد که این مردم صفات شمال از ظلم از این خضا شد. اگر این ادامه میداد یک ظلم بسیار مردم از ظلم از این متضرر می شدن. و البته این خاندان بسیار جای تأسف است که خاندان نادر وقتی که این امی عبدالمجید خان زابلی را یکتی سیلی زد یا ترسیدن که والا یادم بسیار زیاد دیگه چیز شده، دیگه بسیار قدرتمند شده یا بسیار زیاد روی میکنه دیگه بسیار واید نشه که کدام روز ما را بسیدی ازا فورا ای را از امو مقامش بله. یا از امو منطقه کشیدن آوردن در کابل، دیگه هیچ وظیفه برازی ندادن بله. و از امو خاطر است که محمد گل خان مومند در اخیر از امی خاندان ظاهر و نادر بسیار زیاد قهر هم بودن که ایف تقریبا کل دین و دنیای خود به خاطر ازیا فدا کرده بودن بله. در اینجا ما یک چیز دیگه در مورد خود شخصیت محمد گل خان مومند، البته ابی کارنامه های ازیده که بر شما قصه کردم بله. شخصیت ازی برملا میشه، ولی ما میخواییم که شخصیت ازیده از زبان شادروان غبار برای شما حکایت کنم. بفرمایید.
شادروان غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، البته کل اگه میفهمی افغانستان در مسیر تاریخ وقتی که در مطبعه کابل در زمان ظاهر شاه نشر شد، دفتن ایره بندی کردن و خود شادروان غبار هم روان کردن زندان و زندان، با وجود از این که سر از این فشار آورده بودن که باید از 60% حقایقی که در این هست باید ایره از بین ببری و لهجه صحبت تا باید اینجا تخیر بدی. امور هم چیز خوب به هر شکل این متاسفانه که ایره بر بسیار وقت بندی کردن و شادروان غبار ایتو نوشته میکن در مورد محمد گل خان مومند که محمد گل خان مومند ایره از این کتاب میخوانم. بله محمد خان مومند شخص تحصیل کرده و ناطق و نویسنده و در عین حال یک مرد متعصب قبیلوی بود که تعصب نژادی و زبانی را به کمال داشت. در سیاست داخلی نیز آدم ارتجاعی بود و با تحولات انقلابی زیدیت داشت. او چون فاقد فرزند بود برادرش را به حیث فرزند می پرورید، پس او را به غرض تحصیل در مدرسه دیوبند هندوستان بفرستاد تا به یک ملای استعماری مبدل گردد. محمد گل مومند با شجاعت حتی تحول ظاهر می نمود، اما آدم ترحم و اغماز مردان شجاع را نداشت. در حالی که انسان شجاع چنان که در برابر اقویا متجاوز دفاع و مقاومت می نماید، در مقابل ضعفا بخشنده و کریم است و ظلم و قساوت در مورد زیردستان اجتناب می کند. اینی بود خود گفته شادروان غبار در مورد شخصیت عزیز. بله. و یکی از وکلای بسیار با عظمتی که متاسفانه آل برحمت خداوند پیوستن اینا میگه که در شورای ملی یادم امی محمد گل خان مومند بعدا به حیث معاون شورا شده بود. در اینجا داوود آمد در شورا. بله. وقتی آمد امی وکیل صد میگه که این محمد گل خان مومند به اندازه داوود صفت کرد و سنا گفت که ما حیران موندیم که گفتیم آلی گلون از این پاره میشه. بعض به اندازه گفت ایره صفت و سنا کرد که دیگه هیچ کار دیگه پیدا نشد یا هیچ حرف دیگه برش پیدا نشد، امی گلونش پندیده بود و در اخیر گفت که این حرف است که خود از یا گفته. در اخیر میگه که زه ده مستر میشه محمد سردار محمد داود اسپایوم گفت. امی وکیل صاحب میگه سه دفعه اقرار کرد که من ولی سردار محمد داود سگش هستم. گفت ما وکیلاستون یک دیگر دیدم که ایران مانه که آدم چی براسته، چه قسم شخصیت داره که به این شکل صحبت میکنه. البته ما اضافتا در مورد صحبت در شخصیت ریس صحبت نمی کنیم. و زمان وقتی که خاندان نادر متاسفانه ایره به حیث یک ظالم و قاتل متعصب برای برآورده شدن اهدافشان و تداوم سلطنت و سرکوبی مردم و از بین بردن روحی آزادی مردم استفاده کردن، بعدن او را خانه‌نشین ساختن. بله. و خاندان نادر تا زمانی که ای زنده بود به عیادت از اینا رفتن. بله. و ای در اخیر زندگی خود امی محمد گل خان مومند میگه در یک مجلس گفته بود که من از این که ایتو یکمی که من نوشته کرده که من حق مردم شمالی و قطغن را خوب دادم که در دلم داغ نماند، ولی از این که مردم کابل و خصوص مردم شوربازار را به جزایشان نرساندم خودم برای خود تف میکنم. و علتی از این هم امکان داره این بوده که وقتی که ایره
لباس زنانه پوشانده بود در شاه امان الله خان غازی، این لباس زنانه پوشانده بود و در بازارهای کابل جالبات اینا را به نمایش گذاشته بود. وقتی که در شوربازار روان رفته، مردم همی چتلی ها را از کنار آبا گرفته بود در روی زده بود، ممکن از امی خاطر ای آدم اقدایی بوده بله. امی مردم کابل و در مورد بله. مردم مخصوصا مردم شوربازار شوربازار داشت بله. در اینجا به خاطر ازی که دوستان گرامی ما در مسائل خوبتر آگاه شد، من دو قصه را می کنم. قصه بسیار زاد دردناک است از چشم دید خودم است بله. چشم دید من به این شکل است که من محصل در دانشگاه بودم بله. و یک برادرخوانده داشتم بله. برادرخوانده من از امی سرحدات بودن، بسیار برادرخوانده بسیار نزدیک بودیم. بالاخره یکی از وقتا که نزدیک امی رخصتی های تابستانی ما شد، امی برادرخوانده من برای من گفت که گفت سبو جان من میخواهیم تو بیری همراه من به وطن، کمی مادرک من خواسته تو را ببینم. من برش گفتیم که اینه تو یک برادرخوانده دارم و این برادرخوانده من از این منطقه شمالی است و ای بسیار زیاد نالش کرده که حتما ایره برای ما بیار بله. ما بسیار اصاب ما خراب شد، گفتم او بشه تو دیوانه استی وشار استی، ما کجا و سرحدات جنوبی کجا، ایخو کوته سنگی نیست که امروز بخیده، من نمیتانم. ای گفت ما یک مادر رنجور و بیچاره دارم، اگر تو بری ای آدم سرش جشن میشه، ای غمهای خود فراموش میکنه، فقط اگر تو نری برازی من میترسم که این از غم بمرد. به خاطر از این که بسیار امید از این هست که تو میری و ایره میری بله. ما بالاخره با فامیل خود صحبت کردیم و اینا اجازه ما گفتم خب برو، به خاطر از این که یک مادر غم دیده و دردمند بله. با دیدن ما دل شاد شد، پناه به خدا هرچی که سرم آمد من میرم بله. خب ما رفت بالاخره از کوتل ها و از شهرها و ازنا گذشتیم و تا بالاخره در یک منطقه رسیدیم. من از دور نشان داد که اینی زمین ها و اینی خانه ماستک، و وقتی که رسیدیم از همون دور صدا کرد که مرجان سبو جان را خریدیم. همی دیدم که دروازه وا شد، یک زن بیچاره که در یک چادر دراز در سرش و یک چوب هم در دستش، اما تو تپتویی کده میایه. وقتی که دیدم که نزدیک از یادم بفته، علفتا من دویدم، کمی دویدم ایره بده این بغلم خود انداخت و به اندازه گریه میکرد که حیران ممانم خدایا چی گفت شده، و همین کالای من را بوسه میکرد، دستای من بوسه میکرد، گریه میکرد. تا بالاخره رفتیم خانه و ششتیم و بعد از این دیدم تا چند وقتی که در اونجا بودیم، امی برادر خوانده ما گفته که اینه با آمدن تو امی مادره که بیچاره ما گفت بیخی در زمین افتاده بوده و حالا میبینیم بیخی امی مریضی و اینایش فراموش شده، بیخی هر جایی که ما میرفتیم امی دستک ما دست ما را میگرفت و رایش میرفت و هر دو چشمک از این خانم بیچاره کور بوده بله. دیگه ما دستش هم میگرفتیم میرفتیم و بالاخره همون شب آخری که ما پس میامدیم که در سال شروع میشد و ای امرای زیشتم و برادر خاندیم گفت قید تو برو که مادر میشینی، ما میرم قرار خواه میکنم شما صحبت من خلاص نمیشه. دیگه در اینجا این خانم بیچاره شش رو گریه میکرد و می گفت که وقتی که امی مردم قبایلی آمدن ما زندگی بسیار خوب داشتیم، دفتن ما بسیار خود بودم و مرم می گفت که اگر میشه که تو امو مادره کنایم پیدا کنی. من وقتی که اینا آمدن دروازه ما را شکستاندن، آمدن و همونجا پدر ما را گفلت کردن، در یک ریسمان بسته کردن و شروع کردن به گرفتن هرچی از خانه ما، مثلا مال و آل ما را، و در دفتن اینا شروع کردن که در جان مادر ما، مادرک ما گفته امی چادرش از سر افتاده بود، آستینش پاره شده بود، جانش گفت تا نیمه پاره شده بود، اریان شده بود. دمی لحظه گفت من هم میفهم که دو برادرکم در کجا خود پت کرده بود، و من گفت در یک اوموری از ترس خود گرفته بود. من فورا دیدم که امی پدرم خود خطا میته و میره و یک توفنگی که شکاری
میگیره فوراً میاد صدا میکنه که دست از اثر سیاست پس کو بیناموس. امی گپ میزنه فایر میکنه یکی از یادما میمونه. وقتی که میمونه دفتن ایدگاهش میاد پدره که میبیچاره گفت توته توته میکنه دو بین چام اندازن سر مادرم میدون. بالاخره مادرم دیدم گفت که همونجا افتاد. گفت ما بگریان میکنم دو بین اموری افتاده بودم و حقیق میکدم که صدای ما شدن فورا مرا کش کردن. بسیار خرد بوده این بیچاره گفت دو بین پتو انداختن رفتن. بله. تا بالاخره گفت ما از شهرها و کوچه گریا هر جای گریا میکردم تدسیلی میزدن. گفت بسیار زیاد دردناک این بود که ما خود نمیفهمیدم قفل بودم هیچ چیز نمیفهمیدم. حتی گفت در راه اینا برای ما بسیار دردناک بود که دمی شرمگاه ما دست میزدن و حتی دست ما را میبردن در دعاری تناسلی خود میزدن. بسیار جگرخون میشدم. بالاخره گفت آورد من را در این منطقه مودم و خانه نشان داد سر این صفحه آوردن و بعد از چند وقت چند نفر آوردن اینجا و دیگاه ماندن و چارپایی ها ماندن و سیمه که دزمی آدم شد. بسیار گفت دردناک بود برای من. همیشه به خاطر مادره که خود به خاطر میفهمم که کجا بود فهمیدم که پدر من کشتن ولی من نمیفهمیدم که برادره کای من چه شده. و برای من میگفت که تو اگر میری ما را پیدا کو ما ایران ماندم که از کجا کجای شمالی برم. میگفت که تو برو اینا متر یک خانگه کست یک درخت کلان چارمغز است که در اونجا آلوچه هم و گاز هم انداختیم ساتری میکردیم. فقط از او گفت تیر شدی مسجد است از مسجد که تیر میشه خانه ماست. من از ایران ماندم و ایران خدا بالای از خدا ما از کجای این خانه بیچاره رو پیدا کنم. خوب از تسلی از این صحبت کردم. خب این گفت که ما یک روز به اندازه دل من سر چی شد کوها رو دیدم و فکر کردم در پشت کوه شمالی است. گفت فقط دویدم گفتم میرم دیگه نمیشه. گفت فرار کردم تصادفاً که در یک قریه دیگه مرا گیر کردن. وقتی که گیر کردن برای شوهر من اول دادن از شوهر من پس مرا آوردن در این صفحه گفت آوردن و امی اینجا گفت دست پای من امی مادر از این خواهر از این ما کم گرفت و سوزن امی شوهر من گرفت در هر دو تخمای چشم زد که دیگه از اون وقت به بعد گفت من دنیا را دیده نمیدم. این قصه بسیار زیاد دردناک است که من خود من این انسان دیدیم و مثل از این دختر مظلوم بیچاره هزارها دختر مظلوم بیچاره به این شکل در اون مناطق بردن که هیچ کس نمیفهمه که سرنوشت زیاد چی شده یا چی نشده. قصه دیگری که بسیار دردناک است در میمنه صورت گرفت. در میمنه طور شد که یک نفر از این نفرهایی که کوچی بودن امی جسد ازی یا مرده ازی پیدا شد. بله. وقتی که پیدا شد امی محمد گل خانم و من مردم میمنه را کل ازی امی جوانایش و پیرایش کلش آوردن دستایشان پاهایشان بسته کرد شب و روز اینا را امرای چوب میزد. بعد از او که وقتی که آرام میگذن بعد از سر ازی او منداختن میزد که شما قاتل برمانشان بدید. این مردم بیچاره ازبک یا ترکمن ما میشناسیمشان نه بسیار زیاد مردم صادق هستن هیچ وقت دروغ نمیگن. یا میگه بلی از خدا ما نکشته میره و نه ما یادم میشناسیم و نه میفهمیم که کی را کشته. بالاخره گفت سه روز این بیچاره را متو عذاب میکنه. سه چهار روز بعد از دور یک چند نفر دست سر خر و اسب به طرف همی حکومتی میاید فورا برای محمد گل خان مومند اول میتن که یک نفر آمده شما را میبینه. اینا را میخوایم یعنی این نفر ها میگه که امی مرده که پیدا شده اینا ما میشناسیم. این برادرش کشتن و برادر ازی این در سر ارتباط نامشروع امرای خانم خود گیر کرده و این را کشتن و این برادرش خود ما را به ما تسلیم کرده که به اساس قوانین پشتونوالی ما ای آدم از جزا میدید دیگه ای شما ای را چیز نکنید. بعد از این میشه محمد گل خان مومن میایه ای بیچاره هایی را که بسته هستن کل از یار آواز میکنه میگه جوانایشان بره پیرایش ریسفیدا کلتان باشه. با جوانا میره و ریسفیدا میایه ایران میمان ریسفیدا میگه چی گپ شده که ای آدم جوانا را الا کرد و ما را رسمانا را الا کرد زدن خلاص شده. یه
داخل اتاق آمد، گفتن که شما میفهمید که چرا شما را از زدن و کندن و چوب زدن از توقف دادم. این بیچاره گفتن نه ما نمیفهمیم، گفت به خاطر از این که قاتل پیدا شد. بعد از او یاره گفت کل شانه استاده کرد در امونجا و کل شانه از امی سر یک سیلی زدن، همین ریسته فیدای بیچاره را که از درد می نالیدن سیلی زدن. بالاخره باز آمد گفت که شما میفهمید که من چرا شما را که سیلی زدم. یا بیچاره ایران مانه گفت نه شما خود قدرتمند هستین، حق دارین که جزا بدین یا بخشش کنین، هر چیزی که دلتان شما میتونین. گفت ما به خاطر از این شما را ما امروی سیلی زدم که به خاطر از این که شما چرا اینقدر بی خبر بودین که یک نفر در منطقه تان کشته میشه و شما نمیفهمید. این قصه دو قصه است که واقعا بسیار دردناک و بسیار دردمند است که آدم از شنیدن از این واقعا بسیار متاثر میشه. البته صحبت بسیار زیاد است، ما فکر میکنم که وقت قرار زیاد نخواد. 5 دقیقه دیگه وقت داریم، شما 5 دقیقه دیگه هم استفاده. در اخیر باید گفت که در اخیر زندگی محمد گل خان مومند در حالت بسیار بیچارگی بی کسی در بریکوت کابل در یک اتاق که مربوط یک خانه کرایی بود در یک خانه یک انسان به قسم خدایی میشد و بسیار در بالای یک چپرکت آینی که بالایش یک کمپل چرکین قرار داشت فقط چشمایش کور شده بود و این یاوه‌سرایی میکرد، کسی نبود که دیدن کنه و حتی امی خاندان نادر که داوود و ظاهر در اونجا بود به عیادتی از این رفت و بالاخره به عمر بخیال مشتاز چند سالگی در علمو حالت بی کسی، در حالی که یه در سمنگان اگر شما برین اونجا قلاهای محمد گل خان مومند است، اونجا باغهای محمد گل خان مومند است، اونجا زمینهای محمد گل خان مومند است، برعلاوه در مزار شوی پدر ازی که خورشید خان نام داره زمینهای بسیار زاد غصب کرده در اونجا، ولیکن خداوند متعال شما ببینین که یادم در ختم زندگیش بی کس بی کوی در یک اتاق تاریک که مربوط یک انسان دیگه وام کرایی بود همون جمال. از امون خواهد بسیار زیاد واقعا به می آیه مبارکه آدم خود البته بسیار آدم تکان میده که خداوند می فرمد بسم الله الرحمن الرحیم و من یظلم منکم نزوق و عذاب کبیر و هر کسی از شما که ظلم کنه من عذاب کبیر و بزرگ رو می چشانم. و واقعا وعده خدا حق است که خداوند می فرماید که به عزت و جلال قسم که حق مظلوم را از ظالم می گرم ولو که کمی دیرتر باشد. بله بله لا تظلمون و بله شما کارتون تمام شد. بسیار زیاد از شما تشکر میکنم جناب استاد گرامی آقای عبدالصبور فروزان از نیوجرسی، بسیار زیاد تشکر. شما دیگه چیز پیام ندارین جناب استاد برای مردم؟ پیام ما ایست که خداوند متعال البته امی شقاق نفاقی که در بین مردم ما انداخته شده است بروی حبیبش از بین ببرد و در قلب مردم ما به عوض نفرت و بدبینی بر علیه همدیگر که آرمان دشمنان وطن و مردم ماست محبت الفت را بیاندازد و آنهایی که به زیر نام قوم، قبیله، زبان مردم ما را به جان همدیگر انداختن خداوند آنها را نیست و نابود کند و خدا و به خداوند عرض میکنیم که خدایا این ملت هر دم شهید است و با جز تو کسی دیگری ندارد، تو این ملت را کمک کن و دشمنان این ملت را که مریضانشان را در شفاخانه ها، رهروانشان را در راه و جاده ها، کسبکارانشان را در بالای کار کسب و کارشان، نمازگزارانشان را در مساجد و تکه خانه ها و شاگردانشان را در مکاتب و دانشگاه ها و اینا به شهادت میرسانه و در زیر نام اسلام به شهادت میرسانه، خداوند متعال اینا را به جزای اعمالشان برساند و رسوای دنیا و آخرت بسازه و خداوند متعال روی از اینا را در آخرت در پیش همه مردم سیاه بسازه. تشکر بسازید. بله تشکر بسیار زیاد، پیامتان مردم گرفت. بسیار زیاد تشکر از
که دروز وقتتان در خدمت مردم گذاشتین. خدا شما را اجر بده جناب استاد بزرگوار فروزان صاحب. شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم. از شما هم تشکر میکنم از بینندگان گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر هست. سلام علیکم، روی خط هستید، بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ خیرت هست؟ تشکر. خودم معرفی کنین، لطف کنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما از کانادا زنگ زدیم، نسیز زاخیل. جناب زاخیل صاحب بفرمایید، در خدمت شما هستیم، وقت کم داریم. برادر شما این تلویزیون را که چی کردین و این کسایی که در تلویزیون تان گپ میزنه این تفرقه مندازه. اوکی. برادر محترم، تفرقه نیست. جناب استاد گرامی این تفرقه نگفت، یک آدم ظالم معرفی کرد که در تاریخ افغانستان نهفته مانده و نظر به سند، نظر به غبار نوشته و فرهنگ صاحب نوشته و دیگرا. این را چی کرد؟ فقط برای شما بیان کرد؟ بسیاری ها نمیدانست، من هم نمیدانستم. و جناب استاد محترم کدام چیزی از دل خود که ساخته باشه گفته باشه که اضافی نبوده. فقط این در تاریخ یک چیز واقعیت است که شمالی از دست نادرخان، هاشم خان و دیگر ظالما خونخوارا چور شد و قتل عام شد. این دروغ نیست. این پدرای ما این مسئله را به یاد دارن. جناب محترم رفیق زاخیر صاحب، این تفرقه نیست، فقط تاریخ. شما مگز مثل مردم تاجک یا شمالی نام که ظلم کردن، شما اگر میدانین نظر به سند دیگه میتونین بیان کنین. مسئله تفریقه نیست، مسئله ایست که یک ظالمی کار کرده و در جنگ استقلال مثال محمد خان رو میدانستم که شکست خورده بود و پس کشید خود از جنگ. وصلت متاسفانه که برنامه ما به پایان رسید. از فرزاد محترم بسیار زیاد تشکر میکنیم که یک ساعت ما را در این برنامه هم کاری کرد. تلویزیون پیام افغان لس آنجلس سان فرناندو ولی، لطف کنین تلویزیون اقزمی خود را بپردازین و تلویزیون را حمایت کنین.